اینجا خوبش مایی میگردی رد کی داداشام خوش نرم پشتم بد بگی میکس شایه و بیکشگی چه خبر شنیدم حال نمیداد بدون من موزیک گوش دادن مگه نه بگواره بگواره خواهش میکنم کیرم نکن خدا کیرت نکنم خب بچه ها اولا اینکه منتظر دوتا ویدیو از من باید باشید یک سیویلیزیشن دو میخوام یه دست بشینم بازی کنم یه دستش مساوی 6-7 ساعت به کوب بازی کردن و صرفا ادای دین من به بازیه که بچگیمو باش بزرگ شدم خیلی عجیبه که بچه چهارم دبستان بشینه سیویلیزیشن دو و راجب تمدن ها و راجب شهرسازی و مثلا جاده کشی و سیاست ها و پالیسی های مختلف بازی انجام بده ولی ما اینجوریم همیشه متفاوت بودیم همیشه خفن‌تر این آدم جمع بودیم حتی وقتی شاشمون کف نمی‌کرد شیشولمون در نیامده بود این از این دومین ویدیو هم راجع به لرد آف رینگز رینگ آف پاور دامبلدور فلو ماجیک ما رو می‌بینی می‌زنی پنیک راجع به این سه اپیزودی که اومده و فاجعه در فاجعه نه شوخی می‌کنم واقعا فاجعه در فاجعه نیست ولی خیلی خوبم نیست دیدگاه‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم هم تولکینرها چون یه سری آدم تولکینر هستن که تالکین حالا تولکین هر جو راحتم میگم چون من آدم خفنی ام و خفتن جمع ام حق نداری از من این رو بگی خب یه سری آدم تالکینرن میگن هر چی تالکین گفته باید اتفاق بیفته تو سریالا در صورتی که خب حق اقتباس نداره داداش یارو فیلم سازه حق اقتباس نداره تا یه حدی میتونه عین کتاب بزنه باید یه خورده عوض کنه از این چیزاشو باید حالا میگم راجبش حتما من مفصل توی کانال فرشاد فوردس راجبش صحبت میکنیم پس همین الان برید اون کانال رو سابسکرایب کنید تا دیر نشده و اینا گنگشت یه دونه فورگنگ هم توی کامنت بنویسید تا بریم ترک راهنما رو گوش کنیم از سمتیه خب اولا که لینکش توی دیسکریپشنه دوما که موزیک ویدیوه سینا بیگ دلی هم انجامش داده ویدیوشو دایرکشنشو بیت پرودوسر هم سالیه چیک 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 سالی میکس ماستر با چیک 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 سالی آورکارت سینا بیگدلی مارکتینگ محسنی کاورات خیلی خوب نبود من حقیقت پست تلگرامیه پست رو در کانال یوتیوبی که نه کانال بابان کویز دیدم لایون کوسموسایی که پست میکنه یه دونه ترک هم پست کرد که ما موفق شدیم اون ترک رو شکار کنیم خوب نبود دیگه کاورش خیلی خوب نیست با اینکه من کار سینا بیگدلی رو دوست دارم کلا هر کاری میکنه دوست دارم فارغ از اینکه چیکار میکنه مهم نیست چیکار میکنه ولی میگم یکی از شاتای ویدیوهایی که شات خوبی نیست خیلی منیجمنت هم که میت دروف میت چه روی برو بریم شینیم پنجتایی تو ماشینا سیبیل تو سیبیل کاردا تیز میشه با تن نلبک راه نما حسان بوکه ماه پیدا فولمون بلومون نه بلومون نیست ترسم ارتفاع نیستش ترسم از جنداس معلقم بی فرد و میرخزم تو دستش حاجی ترساکترن جنده ها بابا تو میدونی از ارتفاع بیفتی میمیری نمیری دم ارتفاع ولی جنده ها نمیدونی کدوم جنده میکشتت ترسشون ببین غافلگیری ترسناکه ندونستن ترسناکه جنده هایی که رخ باربی به خودشون میگیرن ولی اون توفونته اون آدم ها ترسناکه ترسم ارتفاع نیستش ترسم از جنداس معلقم بی فرد و میرخزم تو دست اجتماع سخت کنم اعتماد برقرار کنم ارتباط تو سینم رخ داد انفجار که شد باعث ارتقام خستم قصات اشتباه صندوق واکر نور فرا گرفتش و تو سینم رخ داد انفجار که شد باعث ارتقام خستم سینم رخ داد انفجار یعنی تو قلبم یه اتفاقی افتاد منقلب شدم شد باعث ارتقام قرار کنم ارتباط تو سینم رخ داد انفجار که شد باعث ارتقام خستم از قصات اشتباه نوشته خستم از سوسماری که تنش لباس اجده هاست کیر تو رفیق نیمه را دشمنم کینه ها شمشیرم رو زد سنگینه همه میدونن کیه شا خستم اوی وفایی تو رفیقانی سنگین ترین شمشیر رو فارسی همه میدونیم دستی کیه حسان جون شمشیرم رو زد سنگینه سنگین همه میدونن کیه شا خستم و بی وفایی تو رفیقانی صفایی پلیم همه نوایی میدون شهدا کفایی کیرم توی شفایی میکنیم عمل تلافی دتایی میایم قطاری ها لو بکنی تبانی میدم راه و نشون بهت قدر ما رو بدون ای میری را صاف و به زور چه برسه از پایین تا نوک کوه میدم راه و نشون بهت قدر ما رو بدون میری راه صاف و به زور
بخیه شدش بررسی میکرد. چه برسه از پایین تا نوک کوه جام سکرت هم مثل ویکتوری میدن دیزی گوندا کی. آخرین انسانی روی زمین من دوست داشتم مثلا ازش تشبیه راجبه ویکتوریا سیکرت بشنوم با رفرنس ویکتوریا سیکرت سامتیم با این هیکلش بود میگه جام سکرت مثل ویکتوریا ویکتوریا سیکرت ها شورت میزنه حالا چیز هم میزنه بادی اسپراش اینا هم میزنه ولی شورت سوتی هم میزنه یزید از پوین تا نوک کوه جام سکرت هم مثل ویکتوری میدن دیزی گوندا کیپ گوینگ من تو نوتم اکثرا هر شب و تولو کوسایی داشنگا دیلدوی دارم اسپید ولی نیت فورنی داری تک هر شب تو نوتم تولو کوسایی انگا دیلدوی به مونه کیل استفاده میکنم زد نیک ولی باز ریس کندی من همه بالاتر سر توپی هم تو همه پایین حاجی این هم یه مدل چیزا یعنی میسیوز گردن این وری هم داریم میسیوز که نه مثلا ابیوزه اصطلاح درستش رو بخوام معمولا اون دخترایی که از پسر به مونه دیلدو استفاده میکنن خیلی ترسناک‌تر هم هستن حالا من خاطرات شخصی رو ول کن ولی دو سه تا از رفیقام مثلا چه اتفاقی واسهشون افتاده و از بیرون یه جوریه که یه پسر حس کنه ازش داده سوء استفاده جنسی میشه یه دختر اومده بهم داده ولی هیچ حسی نداره ولی یه اتفاق واقعی که میفته ترسم از جنده هست دارم اسپید ولی نیت فورنی داری تکنیک ولی باز ریس کن دارم اسپید ولی نیت فورنی مکسرا هر شب و تولو کوسایی داشنگا دیلدوی دارم اسپید ولی نیت فورنی داری تکنیک ولی باز ریس کندی من همه بالاتر سر توپی هم تو همه پایین تر ریز گنجی تا دوتا هوایی رو سرم تاج تلایی همه میدونن حتایی کیل بوزی نکن ولایی با صدام همه فلکسن حتی دوست دخترت جندت یا چی میریزم تو پیپر چونی عوض بشه قبلت میدم راه و نشون قدر ما گریه نتون دون ای میری راه شلخل گریه نتون صبح به زور چه برسه از پایین شلخل آقلاما نوک کوه خستم اکم بودم میرخصم تنام از تو بود من زیر دردم پاره شدم خم نیاد به ابروات میرم بی پر بایی تو که نیستنی بیناموسه میدی آقا زیر دردم پاره شدم خم نیاد به ابروات میرم بی پروایه جا که نیستن این دردم بازم خواب برم تو دستات یه جا که نیستن این دردو داغم انگا تنورم زندگی برید امونم دورو وریام عوض شدم من انوزم امونم داشه گلم ولم کن به حال خودم من واسه این سیاره نیستم من واسه یه جا گمم ولی باز میدم راه و نشون بت قدر ما رو بدون بک وکال پن میگن پنین میگن به اینکه چپ و راست میشه صدا نمیدونم ولی بک وکال فرض میکنه میگن پنین میگه بک وکال پن شونده ای که چپ و راست میشه تو کورس خیلی باحاله خیلی فازه صدای معبد تور و صدای عبادت تور داره خیلی باحاله بهترین چیزی مختصر مفیدترین چیزیه که تو باهاش میتونی یه فضای مد نظر تو بسازی اون فضای معبد طوری که مد نظرش بود حسام با این ترک بسازی یه سری المان یه سری کد وجود داره کنن تو ترک با این کد داره به تو فاز معنوی بودن و فاز سفر درونی و اینجور چیزا رو به تو میده یک ماه دو همون کلاهی که سرش و سرم مرمهی که کشیده سه شم المان متفکرانه یه المانیه که تو میذاره جلوت یه سری اصلا چیز داریم با شم مدیتیشن داریم با شم مثلا تو تمرکز کنی رو شعله شمع بتونی پیک نزنی و فلان چیزا با این جور کدا رو بذاریم کنار هم یا اصلا به صورت ناخودآگاه کنار هم قرار داده میشه نیازی نیست به صورت خودآگاه دقت کنی بهشون رو بذاری کنار هم به صورت ناخودآگاه که کنار هم قرار داده میشه برای تو فضای عبادت معنویت این کارا و این چیزا ساخته میشه که بهترینش این همه رو گفتم که نمیگم بهترین اون بهترین المانی که داره این کارو میکنه به نظرم بک وکال کورسه ای میری راه صاف و به زور چه برسه از پایین تا نوک کوه میدم راه و نشون بهت قدر ما رو بدون ای میری راه صاف و به زور انگوش بنداز چه برسه از پایین تا نوک کوه da
ده و ده و ده نه و نه و نه. خب یک ریلیز یک مقدار متفاوت تر از حسام تیم که این متفاوت بودن آمدانه بود کاملا، چون چکای اخیرش اکثرا گنگستا بود. یه دونه چیزم داشت بعد از تو لاف سانگ با کاکاکا گان، ولی میگم یه چک معنوی گنگستا رپ بود، یه مقدار چکی بود اختصاص یافته به فکرای عمیقش، فکرایی که مثلا راجب خودت میکنی، فکرایی که راجب بقیه، خیانتایی که بقیه بهت کردن، کلان یه سری دیالوگا، یه سری چی میگن اسکرین شات هایی که از ذهنت یورد میشه، میشه خودت صحبت میکنی راجبشون، یه سری دیالوگ تو ذهنت داری، اونا رو ریخته بود رو بیت، همون فکرایی که میان و میرن اومده بودن رو بیت، ولی بهشون یه جهت داده شده بود، جهت که جهت من برنده ام بود، در جهت اینکه من وینرم، من خفنم، من از همتون بهترم، و میگم اون فکرا پیوند خورده بود با تم من از همه خفن‌ترم و کیر منم نیستید، و رو بیت جریان پیدا کرده بود. به نظرم مسیر باحالیه، من این کلا مسیر رو دوست دارم، باحاله. حالت مثلا ترک دلنوشتوره، اون تا تم داره، ترک دلنوشته اینجوریه که یه زاویه دیدی هم داره، زاویه. ببین ترک دلنوشته جنریک یعنی چی؟ ترک دلنوشته جنریک، ترک دلنوشت وقتی جنریک میشه که تو لنز قابل حدس باشه واسات، حرفایی که طرف میزنه واسات قابل حدس باشه. کلا ترک جنریک یعنی مثلا چیزیه که همش میشنوی. چرا مثلا تأثیر وقتی شایعه میاد بهترین ترکای دلیو میده، امسال سال بعد دوباره بهترین ترکای دلیو میده، 10 سال بعدم واقعا کیفیت ترکای دلنوشتی که داره خفن مونده ولی خریدارش کمتره، دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه قابل پیش بینی، میدونیم از چه زاویه قراره بیاد به اون مشکلات و به اون حالا مثلا بدبختی که هر کسی میکشه نگاه کنه. من ترکی که یه مقدار تم گنگستا داره، تم مثلا من خفنم داره، تم نارسیسیستی داره، از اون طرف دلنوشت هم هست، و به خاطر این دوست دارم که یه مقدار زاویه دید غیر قابل پیش بینیه. تو نمیتونی پیش بینی کنی توی ترک دلنوشت، توی ترکی که طرف داره از بگاییاش میخونه، از خیانتهایی که دیده، از نمیدونم اینجور چیزا، زاویه دیده مثلا باستور که مثلا داره از بالای کوه و از بالای مثلا تخت پادشاهی نشسته و داره این چیزا رو واسه همون تعریف میکنه، تو انتظار میگم همچین زاویه دیدی نداری. به خاطر همین من دوست دارم، منتها این در بهترین نوع خودش نبود این ترک به نظر من، نه اون دیپ تاتسش، نه اون فکرای عمیقش اونقدر عمق، مثلا اونقدر عمقی داشت که تو کفگی رو بندازیم اون ته بیاری بالا، اصلا برین تو خود گنج از اون زیر میرای افکار حسام در بیاد، که طبیعیه، حسام تازه 22-23 سالشه. من حس میکنم همین ترک رو با همین موضوع 5 سال دیگه بده میترکونه، به خاطر اینکه تو این مسیر داشت هر چی تا الان قبل از رپ فارسی کشیدی، هر چی بدبختی و خارکفتگی و اینجور چیزا سرت اومده، از این به بعد ببین چی قراره سرت بیاد. رپ فارسی خیلی عجیبه، رپ فارسی عجیبه، شهرت عجیبه، پول داشتنم خیلی عجیبه. خب میگیریشی میگم یه مقدار به نظر من اون سوزشی که میتونست حرفای حسام داشته باشه، اون خاطره های عجیب، اون تجربه های عجیبی که میتونست با ما در میون بذاره، تجربه های یه مقدار نرمی بود، یا حداقل به اون خامی و به اون برندگی تعریفش نکرد. میگیریشی میگم چون به هر حال نوع تعریف کردن هم داستانیه دیگه، ولی میگم من این زاویه دیدو کلا دوست دارم، هرچند به نظرم یه جاهای بالانس رو دست داده بود. سخت تو این ترک ها بالانس برقرار کنی بین اینکه دیگه هی از خودت تعریف کنی، یا اینکه هی از افکار عمیق و اینسکیوریتیات و خیانت هایی که دیدی تعریف کنی. این بالانس رو رعایت کردن یکم سخت به نظرم، یه مقدار بعضی جاها این که من خفنم خیلی آن بالانس شده و غیر بالانس شده زیاد بود، ولی کلا ترک بدی نبود. من مثلا 6م این ترک، ویدیوش هم واقعا ویدیو خاصی نبود. ویدیو این ترک رو در آوردن سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. درم من به نظرم نمیاد، خیلی معمولی و خیلی مثلا چرا همش کادرای کلوز اینقدر زیاد ما داشتیم؟ کادر کلوز به نظرم خیلی بیش از حد بود. کالر گیدینگ خیلی حسی من، کالر گیدینگ هم خیلی چیز بود، بستگی به نور محیط کالر گیدینگ هم عوض میشد و خیلی ویدیو خوبی در نمیاد بود. بر صورت شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک و ریاکشن ویدیو، موزیک ویدیو، لایک و دیسلایک و چیزایی یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. بازم دمتون گرم بچه قایم شهر، آیرل استریم و شهر دی منتظر باشید و تا ویدیوی بعدی. فور گرم.